سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی در نیم ساعت پیش رو با شما هستم. طبق روال هر هفته تا مروری کنیم بر رویدادهای مهم هفته گذشته. در این برنامه از سرگردانی گردشگران نوروزی ایرانی خواهیم گفت که به علت عدم تصفیه حساب آژانس مسافرتیشان با هتلی در ارمنستان در این هتل به گرو گرفته شدند. همچنین به سخنان اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواهیم پرداخت که نسبت به تصرف مجلس خبرگان توسط کسانی که به گفته او در پی تصرف این مجلس هستند هشدار داد و نیز در گزارشی به گفته یک مرجع تقلید حکومتی در مورد اختلاس 3000 میلیارد تومانی می‌پردازیم. از نقش سپاه در مافیای فیلترشکن‌ها و سرازیر شدن میلیاردها تومان به جیب فرماندهان آن خواهیم گفت و در ادامه پای صحبت محبوبه حسین‌پور، خواهر اردشیر حسین‌پور، دانشمند هسته‌ای ایران می‌نشینیم که از تلاش حکومت ایران برای حذف نخبگان هسته‌ای می‌گوید. در پایان نیز مطابق روال برنامه گزارش خبرنگارمان مهیستان بختیاری را خواهیم داشت که نگاهی دارد به تحولات این کشور در هفته گذشته. با ما همراه باشید. چهارشنبه 13 فروردین مردم ایران مانند سالهای گذشته در یک رسم دیرینه به دامان طبیعت رفتند تا نحسی این روز را بدر کنند. اما مخالفت‌ها با برگزاری این آیین باستانی امسال نیز مانند سالهای گذشته با واکنش‌ها و مخالفت‌های برخی مقامات حکومتی مواجه شد. احمد خاتمی امام جمعه تندروی تهران 13 بدر را خرافات دانست که برگزاری آن در شأن مردم ایران نیست. اما نوروز امسال از یک زاویه دیگر هم خبرساز بود. هفته گذشته رسانه‌ها خبر دادند به دلیل عدم تصفیه حساب یک آژانس مسافرتی ایرانی با هتلی در ارمنستان، این هتل 50 مسافر مشهدی این آژانس را به عنوان گروگان نگه داشته است. اتفاق مشابهی نیز در مورد برخی مسافران ایرانی در ترکیه رخ داده است. ترکیه، ارمنستان و دبی به دلیل آزادی‌های اجتماعی از جمله نوشیدن الکل، عدم حجاب اجباری و همچنین برپایی کنسرت‌های خوانندگان ایرانی، مقصد بسیاری از گردشگران ایرانی برای تعطیلات نوروزی است. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده که یک هتلدار در ارمنستان پس از آنکه آژانس مسافرتی ایرانی هزینه هتل را پرداخت نکرد، 50 نفر از مسافران مشهد را گرو نگه داشت تا این آژانس مسافرتی هزینه هتل را پرداخت کند. آنطور که در این گزارش آمده، آژانس گردشگری ایرانی با نفر سومی در ارمنستان قرارداد بسته بوده تا مبلغ هتل را واریز کند که این اقدام انجام نشده بود و مسافران ایرانی دچار مشکل می شوند. به این ترتیب 50 نفر از مسافران مشهد که برای تور ارمنستان ثبت نام کرده بودند و 29 اسفند راهی ارمنستان شدند به دلیل عدم تسویه حساب در هتل به عنوان گرو نگه داشته می شوند. بنابر این گزارش، این اتفاق در مورد برخی آژانس‌های گردشگری ایرانی سابقه دار است. در هفته نخست تعطیلات نوروزی امسال 170 ایرانی به دلیل عدم انجام تعهدات آژانس گردشگری در آنتالیا برای بازگشت به ایران به مشکلاتی برخوردند. در تعطیلات نوروز علاوه بر شهرهای شمالی ایران، کشورهای همسایه از جمله ترکیه و ارمنستان مقصد بسیاری از ایرانیان هستند. این کشورها به دلیل نبود محدودیت‌هایی مانند رعایت پوشش اسلامی، ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی هر ساله مقصد بسیاری از ایرانیان در ایام نوروز هستند. بر اساس آمار منتشر شده، همکنون ایرانیان در رده چهارم بیشترین گردشگران ترکیه به شمار می‌روند. طی سال جاری بیش از 1,700,000 گردشگر ایرانی برای گذراندن تعطیلات به ترکیه سفر کردند. آنطور که در این گزارش آمده، مسئولان گردشگری ترکیه اعلام کردند که سالانه آماده میزبانی از 5,000,000 گردشگر ایرانی هستند. هفته گذشته علی مطهری از نمایندگان اصولگرای مجلس گفت
شورای نگهبان اجازه نخواهد داد مجلسی مستقل شکل بگیرد. اظهار نظری که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز رسما آن را تایید کرد و نسبت به کسانی که به گفته او در پی تصرف مجلس خبرگان هستند هشدار داد. آقای جنتی یک شنبه 10 فروردین ماه گفت کسانی که سنگر اول را فتح کردند برای تصرف مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برنامه دارند تا از این طریق مقاصد فاسد خود را دنبال کنند. به نظر می‌رسد اشاره دبیر شورای نگهبان به فتح سنگر اول پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته است. علی مطهری از نمایندگان اصولگرای مجلس در گفتگو با سایت محافظه‌کار نام نیوز گفته است ترکیب مجلس دهم به نوع رفتار شورای نگهبان بستگی دارد. به گفته اگر افراد مؤثر جریان اصلاحات یا مستقل را حذف کنند مجلس خوبی نخواهیم داشت. آقای مطهری اضافه کرده شورای نگهبان اجازه نخواهد داد یک مجلس مستقل یا اصلاح طلب به وجود آید و در مجموع ترکیبی با اکثریت اصولگرا و اقلیت قوی اصلاح طلب و مستقل ایجاد خواهد شد. آقای مطهری در بخش دیگری از سخنان خود هم با اشاره به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است اصولگرایان تلقی نادرستی از آقای هاشمی رفسنجانی داشتند که بیشتر ناشی از کینه شخصی بود. او گفته است در 8 سال گذشته آقای هاشمی رفسنجانی خیلی مظلوم واقع شدند و به شدت به ایشان حمله می کردند و قصد حذف ایشان از انقلاب را داشتند. مطهری همچنین گفته عده‌ای معتقد بودند همانطور که آقای منتظری حذف شد ایشان نیز باید حذف شود. بزرگترین اشتباه آقای احمدی نژاد تلاش او برای حذف آقای هاشمی بود. مردم از این نوع رفتارها خوششان نمی آید. این نماینده مجلس با اشاره به شورای نگهبان هم گفته است شورای نگهبان و محافظه‌کاران ترسیدند که آقای هاشمی بیاید و بسیاری از رشته‌های آنها را در این 8 سال پنبه شود و حقایق و اسراری آشکار شود. به گفته است بدترین اتفاق سال را به شورای نگهبان برای رد صلاحیت آیت الله هاشمی می دهم. اما ساعتی پس از اظهارات علی مطهری دبیر شورای نگهبان اظهارات این نماینده اصولگرای مجلس را تایید و تلویحاً به تیم هاشمی رفسنجانی هشدار داد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان طی سخنانی در همایش مسئولان نظارتی شورای نگهبان در مشهد نسبت به تلاش عده‌ای برای تصرف مجلس خبرگان رهبری هشدار داد و گفت عده‌ای از هم اکنون در حال برنامه‌ریزی برای تصرف مجلس خبرگان هستند. بنابراین نیازمند یک بیداری و بصیرت هستیم تا مسئولیت سنگین شورای نگهبان را به خوبی اجرایی کنیم. آقای جنتی در این حال افزوده تنها نهادی که درباره رهبری میتواند تصمیم بگیرد خبرگان است و اگر رهبر شرایط خود را از دست بدهد این مجلس خبرگان است که میتواند رهبر را عزل و قدرت وی را محدود کند. دبیر شورای نگهبان اضافه کرده در حال حاضر که عده‌ای میخواهند با نفوذ به مجلس خبرگان این سنگر را فتح کنند وظیفه شورای نگهبان سنگین تر میشود. اشاره علی جنتی از این افراد اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری است که در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از تلاش آنها برای تغییر ترکیب مجلس خبرگان رهبری منتشر شده است. محافظه‌کاران تندرو می‌گویند هاشمی با همکاری دولت حسن روحانی تلاش‌ها برای تصرف مجلس خبرگان رهبری را از قم و جلب نظر مراجع تقلید قم آغاز کرده است. انتخابات 5مین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است در اسفند ماه سال 94 همزمان با انتخابات 10مین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود. در آخرین انتخابات این مجلس در آذر ماه 85 با رد صلاحیت 327 نفر تنها صلاحیت 166 کاندیدا تعیین شد که کمتر از 2 برابر تعداد اعضای این مجلس بود. اما مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران هفته گذشته از قطع آب مشترکان پرمصرف خبر داد و گفت بر اساس پیش‌بینی‌ها تأمین آب مورد نیاز ایران در نیمه دوم سال 93 با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. دلیل این رخداد کمبود برندگی در 3 ماهه اول و اختصاص عمده آب برای مصارف کشاورزی عنوان شد. خسرو ارتقایی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران نسبت به افت شدید ذخیره آب در سدهای لار و لتیان هشدار داده و گفته اگر مردم استانهای تهران و البرز در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند
با مشکل مواجه خواهیم شد. به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ارتقایی گفته که ذخایر آب قابل برداشت سدهای لار و لطیان در شرق تهران تنها 35 میلیون متر مکعب و ذخایر مشابه سدهای امیرکبیر و طالقان 120 میلیون متر مکعب است. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران از کاهش بارش برف و باران در استانهای تهران و البرز خبر و هشدار داده است. اگر مردم در مصرف آب صرفه‌جویی جدی نکنند، مجبور خواهیم بود فشار آب را کاهش دهیم. همچنین قطع آب مشترکان پرمصرف در دستور کار قرار دارد. حمیدرضا تشیعی، معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب، در آخرین روزهای سال 1392 گفته بود که به دلیل تداوم خشکسالی 500 شهر در کشور دچار بحران کم آبی شده است. در ششم بهمن سال گذشته نیز حمید چیچیان وزیر نیرو با هشدار نسبت به اینکه روز به روز به سمت بحران آبی در حرکت هستیم گفت: همکنون ایران در مرحله تنش آبی قرار دارد و سطح آبخانهای کشور نیز حدود 20 متر افت کرده است. او تأکید کرده بود چنانچه هرچه سریع‌تر در زمینه مدیریت بهینه منابع آب مبتنی بر اصول مدیریت یک پارچه منابع آب، استفاده از پسابها و ذهابها، فناوری‌های نوین و استفاده از منابع نامتعارف آب در استحصال و مصرف آب و بسیاری موارد دیگر اقدام نکنیم، به طور یقین هم در مبحث توسعه دچار عقب ماندگی خواهیم شد و هم در بخش توسعه آب و تأمین آب شرب. این حیاتی ترین ماده برای زندگی بشر دچار مشکلات عدیده خواهد شد. بحران آب در ایران ظرف چند سال گذشته به شرایط هشدار دهنده‌ای رسیده است. ایران در منطقه‌ای خشک از جهان قرار دارد و بسیاری از مساحت آن را بیابان فرا گرفته است. با وجود این، بحران خشکسالی، کاهش بارش و آنچه مدیریت و استفاده نادرست از منابع آبی موجود عنوان شده، به خشک شدن بسیاری از دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌های حیاتی ایران در سال‌های اخیر منجر شده است. چندین ماه پس از آنکه پرونده پرسر و صدای اختلاس 3000 میلیارد تومانی از بانک صادرات مختومه اعلام شد، یک مرجع تقلید حکومتی گفت اگر مردم در زمان انقلاب این فساد را می‌دیدند به اسلام روی نمی‌آوردند. این پرونده که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس تاریخ ایران یاد می‌شود، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اتفاق افتاد و اگرچه نام مهافرید خسروی به عنوان متهم اصلی در آن مطرح شد، اما با گذشت زمان نام افراد بیشتری در این باره مطرح شد و مشخص شد که انبوهی از مقامات ریز و درشت حکومتی در این فساد دست داشتند. عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید قم گفته مردمی که سال 1357 امام خمینی و عمل صالح او را دیدند و به طرف اسلام آمدند، اگر اختلاس 3000 میلیارد تومانی را می‌دیدند خروج می‌کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جوادی آملی در دیدار با رئیس پلیس از مردم خواسته اسراف نکنند، با بانک‌ها روابط نامشروع نداشته باشند و دست به اختلاس 3000 میلیارد تومانی نزنند. جوادی آملی با وجود وقوع اختلاس 3000 میلیارد تومانی و فساد گسترده در جمهوری اسلامی گفته است که اطاعت از مسئولان نظام اسلامی واجب است. وی در این دیدار از دشمنان درونی و خارجی سخن به میان آورده و گفته که این دشمنان از ما شرع و شرفمان را می خواهند. این مرجع تقلید افزوده دشمنی قدار داریم که در داخل ما لانه کرده است و همیشه آماده حمله کردن است و مثل مار سمی یا عقرب نیست که با انسان کنار بیاید. عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید حکومتی و از طرفداران حسن روحانی است. وی در دوران احمدی نژاد از مخالفان سرسخت او بود، اما به دلیل رابطه نزدیک خامنه‌ای با احمدی نژاد سکوت کرده بود. اختلاس 3000 میلیاردی نیز در دوران احمدی نژاد و با دست داشتن انبوهی از مقامات حکومتی در زمان احمدی نژاد به وقوع پیوست که در آن زمان آقای جوادی آملی به دلیل نزدیکی رئیس جمهور وقت با خامنه‌ای انتقاد نکرد. اما اینک که همگان به احمدی نژاد میتازند، این مرجع تقلید هم به میدان آمده و از این فساد نجومی انتقاد کرده است. پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران یاد می شود، مربوط به اتهامات فردی به نام مهافرید امیر خسروی، صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریاست.
وی متهم است که با استفاده از نفوذ خود و همکاری بسیاری از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده است. رسیدگی به این پرونده از اواسط مرداد ماه سال 1390 آغاز و در نهایت بهمن ماه همان سال برای 32 تن از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شد. با این حال هیچ یک از مقامات دولت و نیز نمایندگان مجلس که رسانه‌ها دست داشتن آنها را در این فساد فاش کرده بودند متهم نشدند. در آخرین روزهای اسفند سال گذشته هم قضات دیوان عالی کشور طی رأی جدید خود برای هیچ یک از دو نماینده مجلس که از آنها در فساد 3000 میلیاردی ردپایی به دست آمده بود محکومیتی صادر نکرد. استفاده ایرانیان از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر به چالشی بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده. در حالی که استفاده از این شبکه برای کاربران ایرانی با موانع بسیاری روبروست، بسیاری از مقامات عالی رتبه نظام از جمله رهبر و اعضای کابینه آقای روحانی دارای صفحه‌های شخصی در این شبکه اجتماعی هستند. با این حال جمهوری اسلامی همچنان با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مانع از دسترسی آزاد کاربران به این شبکه‌ها می‌شود. اما بازار خرید و فروش فیلترینگ در ایران داغ است. چرا با وجودی که شبکه‌های اجتماعی فیلتر می‌شوند، خرید و فروش فیلتر شکن‌ها به سادگی امکان‌پذیر است؟ هفته گذشته وبسایت تابناک خبری را منتشر کرد که شاید به پاسخ این پرسش کمک کند. این وبسایت نوشت فیلتر شدن فیسبوک ماهانه 40 میلیارد تومان سود به جیب مافیا می‌ریزد. تابناک نام این مافیا را فاش نکرده، اما بر اساس گزارش‌ها سپاه پاسداران در فروش فیلتر شکن و نیز فیلتر کردن سایت‌ها نقش عمده‌ای دارد. در روزهای اخیر نیز فرماندهان سپاه به شدت به دولت برای رفع فیلترینگ هشدار دادند. در سایت خبری تابناک گزارش مفصلی منتشر شده است که مربوط به فیلتر شدن فیسبوک در ایران است. چکیده این گزارش این است: مبلغ 40 میلیارد تومان به صورت ماهیانه از بابت فیلتر فیسبوک به جیب یک مافیا ریخته می شود. تابناک که سایتی نزدیک به محسن رضایی است نام این مافیا را فاش نکرده است. در همین رابطه ماشاءالله شمس الواعظین از روزنامه نگاران اصلاح طلب در فیسبوک خود نوشت با احتساب این 40 میلیارد تومان اگر کل درآمد ناشی از فروش فیلتر شکن را در کشور محاسبه کنیم این مبلغ به 100 میلیارد تومان در ماه میرسد. شمس الواعظین پرسیده است چه کسانی در این بیزنس بسیار حیرت آور دست دارند؟ نقش این افراد در تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و ابقای آن چیست؟ وی در ادامه پرسش‌های خود پرسید مبلغ یاد شده به حساب چه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در این کشور واریز می‌شود و چرا این موضوع تاکنون از چشم مردم پنهان مانده است؟ آقای شمس الواعظین در پایان هم نوشته است اگر این موضوع به اطلاع مقامات بلندپایه کشور رسیده چرا آنها تاکنون در مورد آن سکوت کردند و چرا در مورد جلوگیری از ادامه این بیزنس شگفت‌آور وانگاه رفع فیلتر اینترنت اقدام نکردند؟ فیسبوک در ایران توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شده است. پیش از این چند تن از مقامات دولت روحانی از جمله علی جنتی خواستار بازگشایی این شبکه مجازی شده بودند که هر بار با واکنش شدید سپاه و محافظه‌کاران روبرو می‌شد. پیش از این عبدالصمد خرم‌آبادی رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیسبوک را دشمن نظام جمهوری اسلامی، سایتی صهیونیستی و جاسوسی و سایتی دارای محتوای مستهجن و عامل روابط نامشروع خوانده بود. دو روز پیش نیز حمید رضا مقدمفر معاون سپاه گفته بود نباید دغدغه مسئولان فرهنگی کشور رفع فیلتر فیسبوک باشد. بر اساس برخی از گزارش ها سپاه پاسداران در ایران سایت هایی پربازدید را فیلتر و سپس خود فیلتر شکن را به مردم می فروشد. چندی قبل نیز فیلتر شکن ها به مدت یک روز قطع و مجدداً 10,000 تومان گرانتر در اختیار مردم قرار گرفت که رسانه های منتقد حکومت فاش کردند سپاه در این کار دست داشته است. فعالیت های مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی علاوه بر واکنش های بین المللی و تحریم های گسترده علیه ایران، حذف نخبگان هسته‌ای کشور به صورت ترورهای مشکوک را نیز به همراه داشت. دکتر اردشیر حسین پور یکی از قربانیان سیاست حذف نخبگان هسته‌ای است.
او که بر توقف فعالیت‌های اتمی ایران و بسته شدن این پرونده اصرار داشت، در 26 دی ماه 85 به طرز مشکوکی به قتل رسید. محبوبه حسین پور، خواهر اردشیر حسین پور، از امید کوکبی، یکی دیگر از نخبگان هسته‌ای کشور میگوید که در زندان اوین محبوس است و از جامعه آکادمیک میخواهد برای آزادی او تلاش کند. من محبوبه حسین پور هستم، خواهر زنده یاد و زنده نام دکتر اردشیر حسین پور، دانشمند بی‌بدیل فیزیک اتمی ایران، یکی از مطرح‌ترین دانشمندان معاصر جهان در زمینه فیزیک اتمی و الکترومغناطیس، مردی که یک تنه در برابر وجه نظامی و تهاجمی پروژه های هسته ایران ایستاد از سال 83 و اصرار بر بستن این پرونده کرد و فقط با شعار غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنید به چالش برخاست و ادامه داد و نهایتاً به فاصله دو سال، کمتر از دو سال که تمام مدت سیستم در حال چانه زنی بود با این مرد، این مرد تنها و شجاع در سال 85 در سحرگاه 26 دی ماه او رو ترور کردن با قرص‌های تسعیدی تحوه برادران روس. اما این داستان رو شما دنبال کردین، دنبال خواهید کرد، ماجرایی است که به این زودی ختم نخواهد شد. من در اینجا از این فرصت استفاده میکنم به نفع یکی که شاید مطرح ترین دانشمند جوان اتمی ایران، دکتر امید کوکبی، که 3 سال هست در زندانهای جمهوری اسلامی در بند 350 اوین محبوسه. این جوان نخبه ایرانی الان تازه وارد 33 سال زندگی شده، متولد 61 هست، از قومیت ترکمن، اهل سنت هست و این جوان مقام 1 المپیاد فیزیک بوده در دوره دبیرستان و بلافاصله با رتبه 2 رقمی حدود 50 وارد دانشگاه شریف میشه در رشته فیزیک و بلافاصله بعد از اخذ لیسانس با بورسیه اتحادیه اروپا به اسپانیا میره در 2-3 دانشگاه معتبر اونجا در فیزیک لیزر و اپتیک دکترا میگیره و فکر میکنم فیزیک پلاسما حتی، و بعدن برای دکترای دومش در رشته فیزیک اتمی با بورسیه که دانشگاه تگزاس در آستین امریکا بهش میده راهی اونجا میشه در سال 83، یعنی همون موقعی که وجه خطرناک پروژه های اتمی بر اردشیر مسجل شده بوده و هر گونه همکاری رو با اینها قطع میکنه، همون موقع اینها بدونی که این دو نفر به عنوان یکی به عنوان یک استاد و دیگری به عنوان یک جوانی که در این عرصه با نبوغ بسیار وارد شده، یعنی امید کوکب، بدون که اینا همدیگر رو بشناسن به لحاظ فیزیکی، با امید هم وارد مذاکره میشن قبل از این که از ایران خارج بشه، وقتی لیسانس رو میگیره که به این تیم بپیونده، که طبیعتاً امید ادامه تحصیل و اینکه حالا بایستی در این زمینه تجربیات و مراحل بیشتری رو طی کنه نمیپذیره، خارج میشه. همزمان که با اردشیر چانه میزدن، هر بارم که امید چی در عربت خارج هم با او مذاکرات زیادی داشتن از طریق نماینده هاشون، سالی 2 بار که به ایران میومده با او هم چانه زنی میکردن و هر بار این دانشمند جوان بهانه میآورده و نمیپذیرفته و نهایتاً در سال 89 آخرین بار که داشته از ایران خارج میشده که برگرده بره و صبح همون روز باهاش مذاکره کرده بودن، به اصرار برده بودنش تو سازمان انرژی اتمی، قبل از پرواز امید رو در فرودگاه خمینی دستگیر میکنن و میبرن و تا امروز بدون یک روز مرخصی در زندان هست. من توجه جامعه آکادمیک ایران رو به این موضوع جلب میکنم که از هیچ کوششی، اگر حداقلی از مرام آکادمیک و مرام معلمی در شما باقی مونده، برای آزادی امید کوکبی فروگذار نکنید و امیدوار هستم که در این مورد ما بیشتر صحبت کنیم.
پایان بخش برنامه این هفته ما طبق روال هر هفته گزارشی است از مهستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار می‌دهد. برگزاری انتخابات محلی در ترکیه مهمترین رویداد هفته گذشته بود. نه تنها مهمترین رویداد هفته گذشته، بلکه به جرات یکی از مهمترین رویدادهای سال گذشته ترکیه که بسیاری از ماها قبل چشم انتظار نتایج اون بودند. اما در شرایط حال حاضر باید ببینیم که تا چه اندازه رویدادهای ماهای آتی ترکیه میتونه تاثیر خاص خودش رو از این انتخابات بگیره. بیشک باید گفت که بخش بزرگی از رویدادهای آتی ترکیه بی تاثیر از نتیجه انتخابات در هفته گذشته نخواهد بود. اما نخست نگاهی بکنیم به وضعیت انتخابات در هفته گذشته. همونطور که میدونیم حزب عدالت و توسعه با کسب 45% آرا تونست در این انتخابات به پیروزی برسه. این رقم از جهات مختلفی دارای اهمیت هستش، چرا که در دور قبل انتخابات یعنی در سال 2009 حزب عدالت و توسعه تونسته بود 39% آرا رو به دست بیاره و بسیاری از شخصیت ها در احزاب مخالف در این دور انتظار داشتن با توجه به مسائلی که حلوش دولت و خود شخص آقای اردوغان مطرح هستش در این دور حزب عدالت و توسعه آرای کمتری رو کسب کنه تا از این در واقع رهاورد بتونن اونها به دولت با این عنوان که محبوبیت خودش رو از دست داده فشار بیارن. اما خب به هر حال دیدیم که برخلاف بسیاری از تحلیل ها نتیجه چیز دیگه رقم خورد. اما مسئله دوم این هستش که در شرایط کنونی حزب عدالت و توسعه در چه شهرهای پیروز بوده و موفق شده. میدونیم در شهر استانبول و آنکارا دست کم این پیروزی نصیب حزب عدالت و توسعه شده. دو شهر بزرگ ترکیه تنها در شهر سوم یعنی شهر ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه نتونست موفقیتی به دست بیاره و در اونجا حزب خلق موفق بوده. ولی به این نکته اشاره بکنیم که ما در شهر آنکارا در واقع شاهد یک تفاوت بسیار چشمگیر و پررنگی میان حزب عدالت و توسعه و حزب خلق نبودیم. همین موضوع هم باعث شده تا در چند روز گذشته بسیاری در واقع به این موضوع اعتراض بکنن. شاهد درگیری های هم در این زمینه و اعتراضاتی در این زمینه بودیم. حتی حزب خلق خواستار بازشماری آرا شد و اعتقاد داشت که در واقع در نتیجه آرا دستکاری شده. بسیاری از رسانه های مستقل هم به این موضوع پرداختن و گفتن که در واقع مسئله تقلب در انتخابات رو مطرح کردن. اما چیزی که مشخص است و مسلم است این است که به هر حال در شهر آنکارا هیچ کدوم از این دو حزب، نه حزب خلق نه حزب عدالت و توسعه، در واقع تفاوت پررنگ و چشمگیری نسبت به یکدیگر نداشتند. اما برگردیم به مسئله اساسی و موضوع اصلی بحث خودمون، یعنی نقش این انتخابات و تاثیر اون در تحولات آینده ترکیه. ما باید اشاره بکنیم به سخنرانی آقای اردوغان در واقع ساعات پایانی شب انتخابات که ایشون در میان هواداران خودش بعد از اینکه نتایج اعلام شد حضور پیدا کرد و دو نکته اساسی رو مطرح کرد. نخست اینکه آقای اردوغان با شدت و حدت زیادی عنوان کرد که تمام کسانی رو که به گفته او به دولت و همکاران او تهمت و افترا زدن و اسرار دولتی رو فاش کردن تحت تعقیب قضایی قرار خواهد داد و پاسخ محکمی به اونها خواهد داد. از ماها قبل همین نگرانی مطرح بود که با توجه به تثبیت شدن قدرت حزب عدالت و توسعه اگر این اتفاق بیفته ممکن هست که در واقع آقای اردوغان این فرصت رو پیدا بکنه که بتونه انتقام سختی رو از مخالفین خودش بگیره. حتی این سوال و پرسش الان مطرح هستش که آیا در این مسیر آقای اردوغان خط قرمز دموکراسی رو رد خواهد کرد یا خیر. اما نکته دوم که آقای اردوغان در این سخنرانی به اون اشاره کرد و در نوع خودش هم جالب است این که آقای اردوغان گفت که ما یک برنامه ریزی منظمی رو داریم که بتونیم در انتخابات آتی در واقع آراء حزب عدالت و توسعه رو تا سقف 60% هم بالا ببریم. در مورد نکته اول باید بگیم که حتی پیش از انتخابات هم بسیاری نگران بودند که حزب عدالت و توسعه اگر بتونه در واقع در انتخابات محلی و انتخابات پارلمانی موقعیت خودش رو تثبیت بکنه، آنگاه آقای اردوغان خواهد اومد و دست به تغییر بندهای از مواد قانون اساسی خواهد زد. کما اینکه همین الان هم در مورد انتخابات ریاست جمهوری این تغییرات تقریبا صورت گرفته و از تابستان آینده در واقع مردم ترکیه میتونن به صورت مستقیم رئیس جمهور رو انتخاب بکنن. اما دغدغه و نگرانی این عده بیشتر از موضوعات دیگه‌ای بود. اونها نگران هستن که آقای اردوغان در واقع پیشنهاداتی رو در قالب لایحه به
پارلمان ببره، در اونجا تصویب بکنه و هرچه بیشتر از آن چیزی که هست ترکیه رو به سمت اسلامیزه شدن ببره. این عده اعتقاد دارن برخلاف آقای عبدالله گل ریاست جمهوری که بیشتر تمایل داره ترکیه به سمت سوی در واقع اتحادیه اروپا بره و یک عضوی از این اتحادیه اروپا باشه، آقای اردوغان با نگرشی متفاوت در ترجیح میده که در منطقه باقی بمونه به عنوان یک حکومت و دولت مقتدر اسلامی و یک الگوی اسلامی رو در این زمینه ارائه بکنه و بیشتر با کشورهای اسلامی مراوده داشته باشه. موضوعی که البته باید بگیم بسیار مورد مخالفت احزاب رقیب هستش از جمله حزب خلق. حزب خلق نه تنها در زمینه سیاست داخلی بلکه حتی در زمینه سیاست خارجی هم با آقای اردوغان بسیار در واقع نگرش متفاوت تری داره و اعتراض داره نسبت به این موضوع، از جمله سیاستهایی که آقای اردوغان در قبال مصر، سوریه و یا ایران گرفته. جدای از این اختلاف نظری که در مورد سیاست ها خارج از خود حزب عدالت و توسعه وجود داره، باید بگیم همین الان هم برخلاف گذشته چندان یک دستی مطلقی رو ما در حزب عدالت و توسعه نمیبینیم. شاهد بودیم که در چند ماه گذشته تعدادی از افراد حزب عدالت و توسعه از این حزب جدا شدن، حتی در شب برگزاری انتخابات هم شبکه تیارتی ترکیه خبری رو منتشر کرد و گفت که نماینده شهر نسبتاً بزرگ کایسری از این حزب جدا شده. در سطوح بالاتر هم ما میتونیم این موضوع رو ببینیم، به عنوان نمونه آقای عبدالله گل به عنوان ریاست جمهوری و هم حزبی آقای اردوغان، آنطور که بسیاری از تحلیلگران عنوان میکنن، چندان در سیاست‌های داخلی هماهنگ و در واقع موافق سیاست‌های آقای اردوغان نیست. از مسئله قتل برکین الوان نوجوان 15 ساله ترک بگیریم تا نگرش در مورد جماعت گلن یا حتی در واقع نگرشی که در مورد سایت های مجازی وجود داره، در تمامی این موارد آقای عبدالله گل در واقع تصمیم متفاوت تری رو اتخاذ کرده و واکنش متفاوت تری رو نشون داده. مضاف بر این که اگر این مسئله رو هم ما در نظر بگیریم که در انتخابات آتی ریاست جمهوری آقای اردوغان تصمیم بگیره که در این انتخابات خودش رو کاندید بکنه، در اون صورت آقای عبدالله گل اگر بخواد مجددا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه که اون موقع باید از حزب عدالت و توسعه هم اساساً جدا بشه، ولی با وجود همه این مسائل باید گفت که هنوز حزب عدالت و توسعه هژمونی خودش رو حفظ کرده و با وجود نتیجه‌ای که در هفته گذشته کسب کرده، نه به صورت قطعی ولی تا حدود زیادی خیالش از انتخابات آتی پارلمانی که در سال آینده برگزار میشه راحت شده و شاید همین آسودگی خیال هستش که آقای اردوغان هم در واقع این اطمینان رو بهش میده که در تابستان آینده ای بسا که خودش رو کاندید انتخابات ریاست جمهوری بکنه. اما در جبهه مخالفان نباید هنوز هم جبهه مخالفان رو در واقع یک شکست خورده مطلق قلمداد کرد، اونها رو در واقع رقیب ناچیزی شمرد و انتظار داشت که اونها در واقع یک عقب نشینی مطلق و خاموشی رو داشته باشن. به هر حال در به ویژه حزب خلق در این زمینه تلاش بسیاری خواهد کرد و ما احتمالاً در ماه‌های آینده باید شاهد تحولات بسیار مهمی در عرصه سیاست داخلی ترکیه باشیم، هرچند که بسیاری از تحلیلگران به هر حال تحلیلشون بر این بود با توجه به شرایطی که هولوش حزب عدالت و توسعه در رأس اون دولت و خود شخص آقای اردوغان وجود داره، از پرونده فساد مالی گرفته تا انتشار چند فایل صوتی، دست کم در واقع تا حدود زیاد اینطور پیش بینی میکردن که حزب عدالت و توسعه در این دوره از رقابت ها اعتبار خودش رو در افکار عمومی از دست داده، اما به نظر میرسه که آقای اردوغان در نبود یک رقیب جدی و شخصیت کاریزما در جبهه مقابل میشه گفت که با زبان عامه مردم آشنا هستش و به خوبی به ویژه زبان طیف مذهبی رو میشناسه. در کل و در یک جمع‌بندی باید بگیم آنچه که در هفته گذشته در ترکیه اتفاق افتاد در واقع غلبه عامه مردم با دغدغه‌های اقتصادی بر طیف دیگری از افکار عمومی بود که دغدغه مؤلفه‌های دموکراسی داشتن. به زبان ساده‌تر شاید هنوز در واقع دغدغه‌های اقتصادی در ترکیه بر دغدغه‌های دموکراسی میچربه. تا چه اندازه این سخن درست هستش ما باز هم باید منتظر بمونیم و در ماه‌های آینده رویدادهای ترکیه رو با دقت دنبال بکنیم. با این گزارش به پایان برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت می‌رسیم. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا انتهای برنامه همراهی کردید. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش می شود.
اگر موافق به دیدن پخش زنده آن نشدید، این برنامه همراه با برنامه‌های دیگر ما رو میتوانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که برای صفحه تلویزیون ظاهر شده میتوانید پیشنهادات و انتقادات خود رو با ما در میان بگذارید. منتظر نظرات شما هستیم. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.